خب من یک مسیر خیلی طولانی رو حرکت کردم و رسیدم به الان خرمشهر، یعنی از بندر ترکمن که در از شمال شرقی ترین نقطه بندری ایرانه. مسیر خودم رو شروع کردم، به سمت جنوب حرکت کردم، الان نزدیکی های شهر خرمشهر هستم. این تقریبا در اینجا بیش از 1500 کیلومتر من رانندگی کردم. اینجا تقریبا من اینجا هم قرار که برسم به خرمشهر. خرمشهر یک بندری داره که اینجا میشه تقریبا بندر خرمشهر محل تلاقی درود کارون و اروند. استراحت میکنم و فردا صبح وارد بندر خرمشهر میشم و شما رو با بندر خرمشهر آشنا میکنم. من مسیرم قراره از خرمشهر شروع بکنم و به سمت چابهار که در از جنوب شرقی ترین بندر ایرانه مسیر خودم رو ادامه بدم. با من همراه باشین. یه تغییر در برنامه فرمش دریه دیدیم که فردا متوجه میشه. قصه خرمشهر اون اتفاق غافلگیر کننده ای که بهتون گفتم اینه که ماشینمون عوض کردیم. یکی از ویژگی هایی که این ماشین جدید ما داره اینه که هوشمنده، یعنی خودش میتونه یه سری کارها رو انجام بده، مثلا خودش بره بنزین بزنه، مثلا من الان اگه بهش بگم سلام کنه سلام میکنه، سلام کن خب الان مثلا بهش بگم بیاد میاد، نگاه کنین بیا ماشین خفنی بابایسا. خب ببینید این ماشین چون جدیدتره میتونه ما رو در نوار 5000 کیلومتری جنوب کشور همراهی کنه. ما با اون ماشینه چون یه ذره قدیمی بود میترسیدیم بریم. نه نمیشه، مشکل داره. مشکل نه، به هر حال دیگه ما منتظریم درست شه تا بریم بندر انزلی دیگه. ماشین جدیدمون نوتره، مجهزتره، واسه همین تو مسیرهای سخت میتونه ما رو همراهی کنه. الان ببینید هیچی توش نیست، خودش اومده. جدی میگم. خب من میرم که وارد خرمشهر بشم. الان دیگه تقریبا در ورودی شهر خرمشهر هستم. با شنیدن کلمه خرمشهر اولین چیزی که به ذهن ما متبادر میشه تصاویر و صداهایی که مربوط به جنگه. ما با شنیدن اسم خرمشهر به یاد نخلای سربریده میافتیم. این نخل‌ها به مانند نفراتی در کنار رزمندگان بودند. به یاد بندر خرمشهر میافتیم و مقاومت خود بندر در مقابل عراقی‌ها، مقاومت سختی در بندر خرمشهر انجام گرفت. به یاد پل خرمشهر میافتیم. این پل شاید یکی از خاطره‌انگیزترین پل‌هایی که در ایرانه. اینجا زمانی توسط رزمندگان اسلام این پل منفجر شد برای اینکه قطع ارتباط بشه بین شرق و غرب خرمشهر، برای اینکه جلوگیری بکنه از پیشروی نیروهای عراقی. این پل دوباره مرمت شد، بازسازی شد و مورد استفاده قرار گرفت. موزه دفاع مقدس و تمام خاطرات اون روزها. که در ذهن ماها تصویر میشه و یادآور میشیم مقاومتی که مردم این شهر کردن به کمک البته تمام مردمان ایران در مقابل عراقی ها. دار جانان توبرا
بندر خرمشهر در محل تلاقی رودخانه‌های اروند و کارون، یعنی جایی که این دوتا به هم میرسن میشه بندر خرمشهر. این بندر سابقه طولانی در امر تجارت داشته و ساخت و بهره برداری از اسکله‌های ویژه پذیرش کشتی‌های اقیانوس پیما در بندر خرمشهر در سال 1300 شمسی شروع شده و در زمان جنگ جهانی دوم هم نقش خیلی مهمی داشته در پیروزی برای متفقین، به طوری که در سال 56 4 میلیون تن کالای عمومی از طریق این بندر به کشور وارد شده. من با آقای جلیلیان، کارشناس بازاریابی و امور سرمایه‌گذاری بندر خرمشهر قرار دارم. آقای جلیلیان، از بندر خرمشهر برامون بگین. بندر خرمشهر اولین و شاید بگیم یکی از مهمترین مزیت‌هاش اینه که در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند قرار گرفته. مزیت دیگه بندر خرمشهر اراضی پشتیبانی و سرمایه گذاری کافی هست برای سرمایه گذارها و میتونن از این زیرساختها استفاده کنن. چون شیب کالا در بنادر کوچکی مثل بندر خرمشهر زیاد اتفاق میفته، به خاطر اینکه بندر خرمشهر یک بندریه که در بستر رودخانه شکل گرفته و کشتی های با طول زیاد نمیتونن وارد بندر خرمشهر بشن، بنابراین کشتی کوچکتر کالاها رو حمل میکنن از کشتی های بزرگتر که بتونه وارد بندر خرمشهر بشه. مثلا انبارهای روباز، انبارهای سرپوشیده در بندر خرمشهر چه حجمی داره؟ بندر خرمشهر کل مساحت بندر 230 هکتاره. کل مساحت. و در بخش انبارهای مسقف ما 15 باب انبار مسقف داریم، حدود 126,000 متر مربع مساحت این 15 باب انبار هست. 12 هکتار. 12.6 هکتار. بله. بیا. بندر خرمشهر یه بندر چند منظور است، یعنی درش هم کالای کانتینری تخلیه بارگیری میشه، هم کالاهای عمومی و کالاهای فله. هبس داریم جامبو تخلیه میکنیم. بندر خرمشهر به خاطر نزدیکی به بالشگاه نفت آبادان، فرودگاه آبادان و صنایع فولاد خوزستان موقعیت ویژه‌ای داره. وسعت این محوطه‌ای که مشاهده میکنید نزدیک 15 هکتاره. توی یارد جدید ما همینه که همین یاردی که ملازم می‌فرمایی، ما در حال حاضر امکان تخلیه و بارگیری کانتینر بین 150 تا 200,000 تی‌یو در سال رو داریم. ویژگی دیگه‌ای که بندر خرمشهر داره وجود خط ریلی سراسریه، که خط ریلی سراسری به داخل بندر کشیده شده و میتونه مستقیم کالا از بندر به قطار و از کشتی به قطار منتقل بشه که بتونه این کالا به اقصی نقاط ایران یا حتی کشورهای دیگه‌ای صادر بشه. در بندر خرمشهر که یک بندر نسل 3، تعدادی تولید کننده و سرمایه‌گذار خصوصی درش فعال. ما به بخش عرشه و پایه سکوهای دریایی اومدیم. لوله‌های انتقال نفت و گاز رو که در بستر دریا قرار میگیرن رو میسازه، در از این لوله ها رو میگیره، بتون اندود میکنه که به واسطه بتون مقاومت لوله ها رو ببره بالا که در کف دریا تعداد سال بیشتری بتونن دووم بیانن در مقابل فرسایش. و یک شرکت دیگه هست که شرکت ساخت اسکله های نفتیه که اون هم در حاشیه بندر خرمشهر در حال فعالیته. بندر خرمشهر یه ویژگی دیگه هم که داره اینه که یه پایانه مسافربری دریایی داره، پایانه مسافربری دریایی خلیج فارس. من الان در پایانه مسافری دریایی خلیج فارسم. الان این پایانه خب کار نمیکنه به خاطر شرایط بیماری که وجود داره. جهت انجام تشریفات گمرکی و
و دریافت کارت سوار شدن به کشتی به صدور ارزیابی مراجعه نمایید. و کنار این اسکله یه کشتی هست که کشتی مسافربریه و قبلا فعال بوده. حالا الان من یه گفتگوی دارم با آقای هلالا مسئول این ترمینال راجع به گذشته این ترمینال و ایشاله که این بیماری برطرفش رو بتونیم باز ادامه بدیم. پایان مسافربری بین المللی خلیج فارس یکی از بزرگترین و کاملترین پایانه مسافربری بین المللی در جنوب غربی ایرانه. من الان در کشتی مسافربری هستم که در پایانه مسافربری بین‌المللی خلیج فارس پهلو گرفته. این پایانه به خاطر موقعیت جغرافیایی که داره، یعنی کنار بندر خرمشهر، کنار فرودگاه و همه اینها باعث شده که این موقعیت خاصی داشته باشه و تبدیل بشه به بزرگترین پایانه مسافربری دریایی ایران. این پایانه بین کشور ایران، عراق و کویت مراوده مسافران رو داره. در مسیر ورودی تالاب ناصری هستم. من الان با آقای جاوید رئیس اداره محیط زیست شهر خرمشهر قرار دارم. یه پرنده در واقع جوجه کاکائیه که توی تور گرفتار شده. من چاقو میخواد. آزادش میکنیم دیگه بره خودش تو آب. آقا این تالاب ناصری نیشکر یا نیشکر؟ بله، به تالاب خرمشهر معروفه. تالاب خرمشهر، اما چون آبش از نیشکر تامین میشه بهش تالاب نیشکر میگن. اینجا یه تالاب دستساز یا انسان سازه؟ یه تالاب فصلی بوده که هنگام بارندگی یک مقدار به دلیل پست بودن زمین آب بارون اونجا جمع میشد. محل زیست انواع اقسام ماهی هاست و محل کوچ پرنده های مهاجر، البته پرنده های بومی هم داره. آقا چه ماهی هایی داره اینجا؟ سلام، خوبی؟ شانک. شانک این؟ بله، شانک بال زرد معروفه. این منظره زیبایی که اینجا داره و پرنده های مهاجر که به اینجا میان در زمستان، محل خیلی خوبیه برای اینکه اینجا تبدیل بشه به یکی از مقاصد گردشگری و امکانات به اینجا اضافه بشه برای اینکه مردم بتونن بیان پرنده ها رو از نزدیک ببینن و گاهی اوقات صیادی کنن، ماهیگیری کنن به صورت تفریحی. الان این قطاری که داره میره کجا میره؟ قطار خرمشهر به اهواز است. خرمشهر به اهوازه. بله. در کنار تالاب ناصری یا تالاب نیشکر. از طریق یک کانال دیگه یه تالاب مجاور داریم که اونم به همون تالاب نیشکر، بله اینم تالاب نیشکر معروفه. این لب مرز، یعنی اون این خط مرزی ماست، ایران و عراق. ایران و عراق. صیادهایی هستن که تقریبا زندگیشون از ماهیگیری در این منطقه میگذره. چرا؟ چون انواع اقسام ماهی‌ها اینجا هستن و صیادها میان برای صیادی. تقریبا 200 خورده ای آدم زندگیشون وابسته به این تالاب شده و با صیادی کردن روزگار میگذرونند. خداوند آرامش عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم، به دانش که تبات این را بدانم. آمین یا رب العالمین. بهشت من همین خاکه، همین آب و همین دریا، همین عطر خوش شرجی، همین موسیقی موجاست، همین آینه آبی که رنگ زندگی داره، که شکل ساده عشقه که از عطر تو سرشاره. به دریا میزنم هر بار برای عشق و آرامش، برای خاطر اون که به قدر دنیا میخوامش. چراغی نیست جز یاده این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگردون. به دریا میزنم هر بار برای عشق و آرامش، برای خاطر اون که به قدر دنیا میخوامش. چراغی نیست جز یاده این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگردون.